سلام سلام هموطن عزیز، امیدوار هستم هر جا که هستید جور و صحت سلامت باشید. امیل لحظه لایف هستم از پیشوری مطر پارلمان انگلستان، که جه خوارای قهرمان، خوارای مبارز به خاطر حفظ نوامیز به استقلال افغانستان دست به اعتصاب زدن، که تقریبا حدود 8 روز از کینا در سر پیشوری مطر پارلمان چشتن ببین از این کینا نان بخورن و بجاست شاید آب خورده باشن. اینا آمدن که همون صدای خود بکشن به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر استقلال افغانستان. من خواستم که این درد مشترک ما را همراه شما عزیزا شریک بسازم و شما هم هر جای که هستین این را شریک بسازین، پوست کنین، ببینین که خواهرای قهرمان ما با چه احساسی این را شما فکر کنین که جستاده هستن ششتن و میخواییم که خود از اینا گپ بزنه هر کدامشون. شما بشنوین عزیزا، اینه شما میبینیم ما امروز پیش پارلمان انگلستان هفتمین روز ما تشیشتیم و خاص بخاطر از یک عدالت نصیب میشه و حق زن برای اول وطن ما داده شده. سوری بخاطر که ما یک ذره وضع ما خوب است که گپ های ما گدوت میشه. استاد اینا مدت هفت روز است که بدون از اینکه نان بخورن نان به لب نزنن و اینا به خاطر افغانستان جستن. پیام از اینا رو صدا از اینا رو شریک بسازن میدیای خائن، میدیایی که به خاطر نپونم پلیسای سیاسی خود که هستن اینا رو تحت پوشش قرار نداده تا باله، در حالی که اینا در پیش روی خود پارلمان انگلیس هستن که جا هر روز شما میبینید که از هر میدیای دنیا که هست جا خبرنگارش تر میشه، کامرمن یا یکی از کارمنداش تر میشه و به خاطر نه تا مثلا که حق عدالت و حق آزادی خواهی مردم افغانستان اینا تحت پوشش بگیرن. من شخصا خودم آمدم که من درد خوارای ما، درد مردم ما را همه شما دوستا شریک بسازم، ببینید که سر یه هموطنهای ما شما شعالت میگذارم. ما صرف اینا میخواییم که اگر ما امروز آمدیم میخواییم به وطن خود استاد شاییم، لطفا شما همه گیم میتانیم. اگر ما شما با هم با هم دست نشیم، هیچ باید در بین خود ما شما این احساس را نداشته باشیم که اگر هزار هستیم، پشتون هستیم، تاجیک هستیم، اهل اونود هستیم، همه گی برادر خواهر هستیم، ما خود ما باید برای خود استاد شویم. کسی صدای ما را نمیشنوند. اگر ما شما با هم نشیم، وطن ما را ببینید همیاله نیمیشه دست ما رفته، عزیز یاتر بتر شده میره. و با هیچ وقت به نسل گوشی و با هیچ چیزا ما وقت نتیم که بر وطن ما بسیار ببخشید که کم حالت ما خوب نیست، بسیار خسته هستیم. ای کاش که اونهای ما چه سال پیشی کار میکردن. اگر امروز من نخیزم، تو نخیزی، تو برادر دیگه ما نخیزه، فردا چی خواهد شد؟ وطن ما را به نبی‌ها اشغال کردن. تو چی وقت ما بشینیم؟ ما امروز روز هفتم است که پیش پارلمان شدیم. تشکر از نو با وکلای پارلمان که آمدن به دیدن ما، استیتمنت ما را گرفتن، با ما اپایتمنت بو کردن، سبا باز قدشان گپ میزنیم. و ما چقدر بدبخت هستیم که شش دیویج از یک کشور اجنبی ما خیرات میخواییم به خاطر آرامی وطن ما. ما خسته شدیم از اینکه نسل کشی باشه. ما امروز غلام غلام شدیم. اگر ما در این 40 سال پشتون و تاجیک نمیگفتیم، امروز روز ما به این حال نمیرسیم. ما امروز سه خانم آمدیم که صدای اون خانمایی باشیم که به زور تفنگ و شلاق آوازشان خاموش میکنن. اون ژورنالیستایی که شلاق میخورن و نمیخواین که صدای از اون پخش شود. امروز بی بی سی صدای ما را پخش نکرد. بی بی سی فارسی ما را منعیس یک ایچ هستن ارزش نداد. آمدن یک ویدیوی بسیار کوتاه گرفتن در یک تویتر، نمیفهم که باید چه شیوه نشر کردن، دیگر نخواستن که کار کنن. به خاطر که ما از حق میگیم، ما حق بیان میکنیم و ما میگیم که جنایت جنایتکار اصلی کی هستن. ما نمیخوایم دیگه نسل کشی باشه. وطندارا قیام کنین، نه اجازه نتین که یک اجنبی به مملکت تو را اشغال کنن. غلام غلام نشیم. 40 سال که غلام بودیم، امروز غلام غلام شدیم. 7 روز است که ما نان نخوردیم، مگر ما امروز در این 7 روز خیلی درس گرفتیم. ما آموختیم که درس گرفتیم از دل او خانمای آمدیم که به شبها و روزها را گشنه تیر میکنن و یک لقمه نان به اولاد خود پیدا کرده نمیتونن. در روی سرک میشنن، گدایی میکنن، اولادای خود را نمیبینن. یعنی هر صحنه از وا به این 7 روز پیشوری نظر ما مثل یک
مثل اینکه ما خود ما به مو حالت قرار داشته باشیم. این بهترین درس بود بر ما در زندگی. ما از دل غریب اومدیم، از دل عام مردم اومدیم و ما بفهمیم که هیچ چیز بدل نمیخونه. ضرور نیست ما برند بپوشیم، ضرور نیست ما یک دسکالو چورستی بگیریم، ما یک وطن وطن خود کمک کنیم، ما یک فامیل فقیری که نانو خوردن نداره کمک کنیم. لطفا هر کدام شما میتونیم که شخصا کمک کنیم، ضرور نیست که به یک کمیونیتی کمک کنیم. ویسترونه من ایبرام بسیار آسان ترین طریقه یک فامیل غریبه باید هر کدام اتون $20 $50 $100 فامیلای خود کمک کنیم. لطفا همچنان بخواد ما اگر خانما برای خود استاد نشیم هیچ کس برای ما استاد شده نمیدونن. امروز میگن که باید خانما تحصیل زیاد نکنن یا کار نرن به خاطر که ضرور نیست. چرا ضرور نیست؟ اگر یک خانم تحصیل نداشته باشد چطور میتونه اولاد خود به جامعه رقم تقدیم کنه که ضرورت است که یک انسان باید از اون چیز را داشته باشه. وقتی که یک زن از چهار دیوالی قلف کنی از پیش از اون چی جور میشه؟ پس فرق بین انسان و حیوان چی میشه؟ خودتان براتان استاد شوین، صدایتان را بلند کنین. این کار آسان، هیچ چیز کار آسان نیست. برای ما کار آسان نبوده که ما اولادای خود بانیم. ما کار میریم، وظیفه داریم، اولادای خود خانه موندیم. ما سلف فاندد هستیم که خود ما فاند کردیم، آمدیم ابرو ایجی شیشتیم. ما در افغانستان بسیار وقت کم تیر کردیم، زیادان تیر نکردیم، اما قلب ما زنده است برای وطن ما، قلب ما میتکا برای وطن ما. اگر ما شما برای اونها نرسیم، این کار نکنیم، هیچ کس برای ما کمک نمیکنه. امروز در ملل متحد دختر پاکستانی میره و از ما شما نمایندگی میکنه. چرا نمایندگی میکنه؟ ما مگم زن دختر افغان نیستیم که برای خود نمایندگی کنیم؟ ما نخواستیم که این کار بکنیم. کسی که خواست این کار بکنه برای او گفته شده که یا نکو یا او بیا زینه میشه. چرا این کار میکنی؟ برو خانه تو افغان هستی. افغان نمیتونی. افغان و دنیا یک با یک شیوه معرفی شده که ما باید یا چادری بپوشیم یا اینکه لباس عربی ها را بپوشیم. او کلتور ما نیست. اینی کلتور ماست. اینی چادر ماست. اینمی ما افغان هستیم. چرا ما را به دنیا با یک شیوه دیگر معرفی میکنن؟ و از یک دیگه سپورت کنیم در عرصه که باشه. بانیم که اگر قول ما در پارلمان انگلیس باشه، در پارلمان آلمان باشه، در ملل متحد باشه، چرا ما هم بسته نیستیم؟ لطفا هم بسته شویم. هفت روز است که ما داد میزنیم، میگن که شما گپایتان هر طرف میره، چون ما از هر طرف میرنجیم. یک روز پنجشیر بود، دو روز میشه قندار است، باز هلمند و هرات و بدخشان و تخار و دیگاه شروع میشه. ما از همش هستیم. ما به خاطر کل افغانستان هستیم. ما به خاطر هم افغانستان هم جشیدیم و همین شعار از روز اول ما اینمیست که ما از افغانستان متحد نمایندگی میکنیم. ببخشید که روز هفتم است. بشی میگفت یک گفت بسیار مهمه. میخواییم بگویم که پشت ما بعضی گفت هم جور شده بود که اینا کتی کدام کمیونیتی هستن. ما هستیم، ما خودم دنتال پروفشنال هستیم، فیزیوتراپیست هست و اکاونتنت هست. ما طفل دار هستیم، مردم نرمال هستیم، خود ما از کار خود رخصت گرفتیم، اولاده ما را شوارای ما خیلی میبینن، منیجمنتشان نکردن. آمدیم اینجا میخواییم که به هیچ کمیونیتی ارگانیزشن چیز ما ارتباط نداریم. ما خود ما خود فن کردیم آمدیم، صرف میخواییم با وطن خود اگر بتانیم کدام خدمت بکنیم. ما بتانیم صدای اون بی صدای شویم که در افغانستان خاموش شده رو صدای شما کسی نمیشن. دوستای عزیز، شما هر کدامتان که با وجدان بیدار استاده هستین، این خبر پوشش بتین، پوست کنین، شیر کنین خبر زیره. و من از طرف شما خاکای پای عرصه خوار ماچ میکنم و میبوسم و تقدیر میکنم. اینا صفحه تاریخ ورخ زدن. من مطمئن هستم که نامه های زیاد به خط زرین و خط طلایی نشته میشه در تاریخ. شما ببینید که یک طفل مایوب افغان آمده زیر بیرق افغانستان و او دادخواهی میکنه به خاطر افغانستان. لطفا هر کدام شما هر جا که هستین کوشش بتین این خبر را به صدای خوارای ما را، صدای تمام مردم افغانستان را. اینا اینجا زوی هیچ کدام سلیقه قومی جا نامدن. اینا زیر بیرق افغانستان آمدن و به خاطر افغانستان آمدن. نمایندگی از هم افغان ها. و من به همت از اینا سلام میتم، دستا از اینا را میبوسم هزار هزار بار. که اینا ببینین که در طول هفت روز هیچ چیز بدان نزدن، ولی اینا آمدن به خاطر صدای عدالت و حق صدای خدا میکشن و ششتن به خاطر ما مردم، به خاطر وطن ما، به خاطر مردم ما. لطفا هر کدام شما حق شوین، هر کدام شما پیش خود قاضی شوین و قضاوت کنیم. من از تمام عزیزایی که برای فالوور هستم، فالو میکنم، خواهش میکنم که در سب کنن و پوست کنن برای کنشست.
من میشنم خوارگا پایتان داریم چیز گفتنی نگه که دارین خوار ما کل یک کسیم خوار ما کلگی به خاطر افغانستان است یه هیچ کدام ما از قد برتری نداریم همین خواهش ماست که هر کس به طریق خود به اندازه توانش به افغانستان کمک کنه و بخیزه با پیام کنیم امروز روز پیام است. کدام گفتنی آخر داریم خوار کنم و امیده که یک روز صلح و آرامی باشه و ما در کشور خود با خوشی و آرامی یکی دیگر ملاقات کنیم دوستان عزیز من اگر از پیشون مرخص میشم به خاطر که واقعا اینا اصلا انرژی گپ زدن ندارن من اینا رو درک میکنم اینا اصلا انرژی ندارن که گپ بزنن و من خودم شخصا خواستم که یک دفعه بیایم اینا رو از نزدیک ببینم حداقل یک وسیله شام از طریق این پلتفرمی که دارم حداقل بتونم که صدای اینا رو برسونم به تمام مردم افغانستان و به خصوص به تمام آزادی خواه به تمام نسل جوان به تمام عزیزایی که ما رو میاله میبینن شما هر کدامتان با وجدان بیدار با قامت استوار با این خبر رو پوشش کنین و شیر کنین برای مردم ببینین که یعنی مردم عزیز افغانستان خصوصا این خوارای قهرمان ما یعنی آمدن استاد مردانوار استاد هستن مثل یک مرد استاد هستن در پولی برادرای خدا از یک طرف به جبهه گرم است در مقابل اجنبیای خود فروخته شده و ببینین که یعنی خوارای قهرمان ما من در پشت سر جبهه استاد هستن حمایت میکنن به خاطر افغانستان دادخواهی میکنن ولی ای کاش که وجدانای بیدار یک کمی بیدار شد و بیدار شد شما میبینید که پارلمان انگلیس از در هر لحظه و هر دقیقه زی کنترل میشه و سعی میشه که چی اتفاقات رخ میدن امیدوار هستم که وجدانا از اینا بیدار شد و حداقل یک کمی سر امو فکرهای سیاسی که دارن در سر افغانستان بخصوص کی گروپ مزدور اجنبی را باید در رسمیت نشناسد که فشار اولی ما سر از اینا همی است که باید هیچ دنیا جامعه جهانی گروپ مزدور اجنبی را باید در رسمیت نشناسد. برن از حضور شما دوستایز خداحافظی میکنم هر جای کسی جورس خواهد سلامت باشید.